الطهرت الطاهرت المطهره التقیت النقیت الرضیت الزکیه. اینا همش کاربردی است. طهارت با سه بیان که البته این سه بیان طهر و طاهر و مطهر تفاوت‌هایی از لحاظ معنا با هم دارن، البته اشاره به طهارت و پاکیزگی است. طهارت روح، طهارت دل، طهارت مغز، طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگی، سه تعبیر برای طهارت و پاکیزگی. خب این کاربردی است، این برای ما درس است. باید سعی کنیم خودمون رو پاکیزه کنیم، باید تطهیر کنیم خودمون. بدون طهارت باطن نمیشود به مقامات بدون طهارت باطن نمیشود به مقامات رسید، نمیشه به حریم ولایت این بزرگوارها هم نمیشه رسید. طهارت باطن لازم، طهارت باطن با تقواست، با ورع است، با ملاحظه است، ملاحظه دائمی و مراقبت دائمی از خود، اینها طهارت به وجود میاره. خب البته انسان جایز الخطا است، ممکن است سیاهی‌های عارض بشه بر ما، اما اون سیاهی‌ها هم خدا راه پاک کردنش رو به ما نشان داده، یاد داده. توبه، استغفار، استغفار کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی کردن. پروردگار استغفر الله یعنی خدایا عذر می‌خوام، معذرت، واقعا قلبا از ته دل از خدای متعال معذرت می‌خوام. این استغفار، این پاک می‌کنه اون سیاهی رو، اون لکه رو پاک می‌کنه. الطهره و طاهره المطهره التقیه، همون تقوا. النقیه، اون نقاوت و پاکیزگی باطنی و قلبی. التقیه و النقیه الراضیه المرضیه، اینا خصوصیات فاطمه زهرا سلام الله علیها است.